اوضاع ایران و منطقه روز به روز بحرانی تر میشه در ایران مشکلات اقتصادی معیشتی مشاهد تظاهرات روزانه کارگران در سراسر کشور هستیم مسائل جانشینی آقای خامنه ای یکی دیگر از مسائلی است که به درگیری های جناح بین جناح های مختلف به نوعی دامن زده و بازی های سیاسی که در این رابطه صورت می گیرند. اگر نگاهی به خارج از مرزهای ایران بیاندازیم عراق سوریه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ترکیه یمن بحرین همه به نوعی بحران هایی بحرانهای دارند که جمهوری اسلامی در اونها سهیم اگر نقش اول بازی نکنه به عنوان مثال مانند سوریه و یا حتی به نوعی بحرین و یمن با حمایتش از حوسی ها و یا در این روزهای آخر عراق بعد از همه پرسی در اقلیم کردستان بسیاری از فعالان سیاسی نگران اوضاع ایران و منطقه هستند و تلاش دارند نظراتشون رو برای مقابله با این بحران ها خروج از این بحران ها بیان کنند. جواد خادم جوانترین وزیر دولت شادروان دکتر شاپور بختیار و از جمله بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی یکی از این فعالین است که در روزهای گذشته در لندن سخنرانی با عنوان نقش ایرانیان خارج از کشور بیان کرد. آقای جواد خادم امروز میهمان کیهان لندن در دفترش هستند. خوش اومدید آقای خادم. خیلی متشکرم. چه وسایلی بیش از بقیه شما رو نگران آینده ایران کرده؟ مسئله به نظر من با گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که رژیم داره به احتمال خیلی زیاد درنده خیلی نزدیکی قادر به اداره کشور نخواهد بود و به احتمال خیلی زیاد وارد دورانی خواهد شد که اداره کشور بسیار مشکل خواهد شد معمولا یه عده اینطور فکر میکنن که اگر فروپاشی به طور ناگهانی اتفاق بیفته اوضاع کشور بسیار دگرگون خواهد شد و این دگرگونی ممکنه باعث خلایی بشه که کسانی که دنبال دموکراسی و آزادی هستند نقشی در اون بازی نکنند حتی بعد از بدتر بشه یعنی یک گروهی اداره کشور به عهده بگیرن که به احتمال خیلی زیاد نه قابلیتش دارن و نه فکر مردمن و نه کاری برای اقتصاد و جوان ها خواهند کرد بلکه فقط مثل سایرین دنبال این هستن که جیب خود رو پر کنن و مملکت رو بدبختر کنن بنابراین این ترس منه که این و من یکی از کسانی هستم که فکر می کنم که از حالا موقعی آن رسیده است که ما واقعا راجع به آینده ای کشور یه نگاه دوباره بکنیم ببینیم چه نیروهایی داریم چه نیروهایی نداریم چه کار باید بکنیم تا شاید نقشی در بعد از فروپاشی داشته باشیم و این نقش میتونه یه نقش عمده ای باشه چون هرچی نباید فراموش کرد که ایرانیان خارج از کشور یه دایسپارای بزرگی است حتی اعدادی بین 5 تا 7 میلیون صحبتش هست و البته خوب همه اینها فعال سیاسی به معنا نیستن ولی چون ما در خارجی از کشور هستیم و آزادی بیان داریم و آزادی تشکل داریم شاید بتونیم تا اندازه ای یک هسته ای به وجود بیاد که این هسته بتونه در موقعی چنین فروپاشی به کارهایی که در به کسانی که در داخل مملکت سعی میکنن با فروپاشی به یه نفع بهتری عمل کرد کردن یه اشتراکی داشته باشیم و ما اونها رو بتونیم کمک کنیم ایرانیان خارج از کشور یا دیاسپورا در این چهاردهه حداقل در چهار فرصت زمانی خارج شدند شما تفاوتی بین این مهاجرین میبینید که در مقاطع مختلفی کشور رو ترک کردند از نظر سیاسی منظورم ببینید همونجور که من در سخنرانی گفتم من اینا رو کلاسیفای کردم به چهار نوع یکی نسل خود من هست که به نظر من یه نسل سوخته است و نمیتونه کاری به اون معنا واقعی انجام بده. نسل دوم خوردادی هاست که بعد از 20 سال مبارزه برای اصلاح طلب به نظر من خسته هستند و کاری دیگه نمیتونن به اون معنا انجام بدن چون اصلاح طلبی شکست خورده. نسل سوم بعد از جنبش سبز هست که متاسفانه کسانی که اومدن بیرون هنوز من عنوان شیفته رو بهشون میدم چون هنوز واقعا فکر میکنن که آقای موسوی و آقای کهروبیر با آزادی اونها تمام مسائل مملکت حل میشه ما بقی هم یه نسلی است که آشفته است نمیدونه چیکار بکنه ولی یه نسلی هم در راهی که ما نباید فراموش کنیم و اون نسل آینده است من فکر میکنم که این نسل های سوخته و خسته و آشفته و شیفته میتونن کمک بکنن به اون نسل آینده که شاید شاید در اون بحرانی که مملکت موارد خواهد شد از یه تشکیلاتی برخوردار باشن از یک موومنتی از یک جبهه‌ای ای برخوردار باشن که بتونن جوانهای ایران رو در داخل ایران حمایت کنن و کمک کنن که راه درستی رو پیدا کنن و حداقل یک جامعه مدنی دوباره به ایران بازگرده این جوانهای نسل آینده که شما به اونها اشاره می کنید که عمدتا کسانی هستند که یا یکی دو سال داشتن از ایران خارج شدن یا اصلا متولد خارج از کشور هستند اینها رو زیاد تا کنون به سیاست علاقه نشون ندادن حداقل اکثریت مطلق اونها چگونه میشه به نوعی اینها رو جلبشون کرد برای اینکه برای کشوری که به نوعی به اون وابسته هستند کاری انجام بدن در تمام اروپا در ده پونزه سال گذشته جوان ها از سیاست کنار کشیدن یعنی علاقه زیادی به سیاست ندارن حتی در اروپا در انگلیس بیشتر از همه ولی شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی یه دفعه جوان ها رو بیدار کرده خوشبختانه دو سال قبل که آقای کوربین شروع به این کار کرد و جوانها رو با جوانها شروع کرد توضیح بدم که آقای کوربین برای بینندگانی که خارج بیتانی هستن رهبر حزب کارگر کارگر <applause> انگلیس آقای کوربین میدونست که تنها راه اینی که بتونه حداقل دبیر کل حزب کارگر بشه احتیاج به نیروی جوان داره و کوشش کرد که اونها رو بسیج کنه و اتفاقا وقتی که شروع کرد هم از یه موقعیت خیلی ضعیفی شروع کرد مومنتوم سازمانی که به نام مومنتوم فرم کرده اولش بیشتر از صد نفر نبودن ولی به تدریج تونست امروز یکی از قوی ترین سازمان های جوانان سیاسی در این کشور است که حدود 15 میلیون 15 15 هزار عضو داره و واقعا یکی از دلایل موفقیت حزب کارگر در انتخابات اخیر بودن یک دفعه میبینید که جوان‌های تحرک جدیدی پیدا کرده حتی امروز صبح من در یکی از این روزنامه ها خوندم که آماری که گرفتن اینکه دو سوم مردمی که رأی میدن و زیر سن 49 سال هستند دیگر از به کنسرواتیو ها رأی نخواهند داد بلکه به لیبر رأی داد. پس این حرکت جوون ها یه حرکتی است که بیدار شده ما هم به عنوان ایرانیانی که یه تجربه داریم در اینجا حداقل اینها بچه های ما از بچه های دوستان ما هستند شاید اگر گفتمان اینی که آقا کشور ایران در یک مرحله خطرناک قرار گرفته به به امکان خیلی زیاد چنین فروپاشی اتفاق ها افتاد و وظیفه شماست و شما میتونید با آینده بهتری برای هممیهنانتون برای دوستانتون برای فامیلتون در کشور فراهم کنید شاید شاید این اپیل به اونها و این درخواست از اونها یه نگاه دوباره همین نسلی که ما فکر میکنیم در اینجا به دنیا اومده یا اینی که هنوز هم داریم میاد از ایران خارج میشه همونجور که میدونید سالی صد هزار نفر از ایران خیلی راحت میان بیرون شاید بشه که یک حرکتی به وجود آورد و این مومنتوم بتونه این نیروی جوانی که یک سازمان پیدا کنه با خودش بتونه با جوانهای داخل ایران در تماس باشه که در اون موقعی خطیر بتونه کمک کنه قصد من هم از این اینه که بتونیم یه آگاهی بیشتری به جوانهای ایرانی که یا در اینجا متولد شدن و در اینجا بزرگ شدن یا اینه که در این چهار پنج سال اخیر اومدن که همین شروع کردن از یه وضع زندگی مرتب تری هم برخوردار هستن میتونن کمک به این فکر بکنن و میتونن این فکر رو توسعه بدن و فراموش نکنیم ما اگر بتونیم یه نیروی بزرگی در اینجا بودیم چون چون واقعا یه واقعیتی رو نباید فراموش کرد سازمان های اطلاعاتی ایران در تمام شؤون اپوزیشن در خارج از کشور نفوذ داره به عنوان جورنالیست به عنوان اکسپرت به عنوان کارشناس به عنوان فعال سیاسی فعالیت چون از یک چیز میترسه یه پتانسیلی در این ایرانیان در خارج دایس برای ایران ایرانی در خارج وجود داره که هران میتونه قدرت نیروی رژیم رو به چالش بکشه با تجهیز بیشتر با وحدت بیشتر با بودن یه بلنگوی قوی در دادگاه های بین و در شهرهای مختلف بنابراین این ترس رو داره و برای همین هم است که اینقدر سرمایه گذاری زیادی کرده که به هر صورتی شده اینو خفش کنه پس ما میبینیم وقتی که رژیم سعی میکنه که اپوزیشن در خارج از کشور از بین ببره و ما اینجا نشستیم و هیچ کاری نمیکنیم هیچ چاره ای نداریم که یک نیروی انرژتیکی که جوون هست دوباره یک شکلی پیدا کنه که بتونه با اون مقابله کنه و کمکی برای آینده ایران باشه یک بحثی که به ویژه در سالهای اخیر خیلی مطرحه اونم تقسیم بندی ایرانیان به داخل کشور و خارج از کشوره <coughs> برخی از کسانی که در داخل کشور حالا فعالیتی سیاسی دارن معتقدند که ایرانیان خارج کشور که به قول اونها در کنار گود نشستند تنها نقشی که میتونن داشته باشند پیروی از آنچه در داخل کشور اتفاق میفته است و حمایت از اون و خودشون نباید به هیچ وجه نقشی برجسته داشته باشن نظر شما چیه کاملا مخالف این فکرم دلیلش هم که خب این اینکه فرمان بهترین بهترین نمونه جنبش سبز ایرانی خارج از کشور واقعا حمایت کردن از اتفاقاتی که داخل ما نتیجه چی شد هیچ صفر ببینید متاسفانه ایران ایرانی های خارج کشور فقط فکر میکنن با اطلاع رسانی که اتفاقاتی که در داخل کشور میفته کار حل میشه خب البته یه نمونه های خوبی هم وجود داره که یک تونستن یه تحرکاتی داخل کشور ایجاد کنن این شک و تردید درشه ولی چون از یه وحدتی برخوردار نیست نتیجه نتیجه آنچنان نیست من فکر میکنم که شما توجه داشته باشید اگر یه روزی رو تجسم کنید که بر اساس خیلی اطلاعاتی که از داخل کشور میاد برخوردهای های کارگری برخوردهای های اجتماعی برخوردهای های آدم های پروفشنال مثل معلم ها و غیره و غیره روز به روز داره یه حالتی رو پیدا میکنه البته هنوز به حالت جنبش در نیومده چون جنبش یه چیزی که باید تداوم داشته باشه و به احتمال خیلی زیاد اون روز خواهد رسید چرا این نیرو که باید در خارج از جوانها تشکیل بشه حمایت از اون نکنه و خودی این نیرو کمک به وجود اومدن نکنه شما این که نشستین در خارج و میگین آقا ما باید دستمون ببریم و هیچ کاری هم نباید بکنیم گود نشین هستیم کنار گود نشین هستیم درست نیست ما میتونیم کمک کنیم ما میتونیم ایده به اونها بدیم ما میتونیم فکر بکنیم که آقا اگر ما فلان کاری کردیم مثلا رفتیم یه تظاهراتی بزرگی بدون درخواست شما در یک مقابله که از سفارت های اینجا گذاشتیم آیا شما داخل کشور حمایت بکنید چجوری شما اینو میتونید اطلاع رسانی کنید چجوری میتونید کمک کنید که وسعت بیشتری پیدا کنه پس بنابراین این دو طرف هست اینکه آقا ما فقط تو رو دنبال خواهیم کرد نتیجه نداده یکی از دلایلی هم که من فکر میکنم علت نتیجه ندادنش اینه که کسانی رهبری اپوزیشن به عهده دارم و کسانی فعالیت سیاسی میکنن از اون چهار قسمتی است که من خدمتتون عرض کردم خسته هستند سوخته هستند هنوز فکر میکنن آقای کهروبی موسفی راه حل یادم که واقعا نمیدونن چیکار بکنن پس بنابراین اون دیگه قدرت کاری به اون معنا نداره و من باید به سازمان های اطلاعاتی ایران این تبریک بگم که تونسته حداقل اپوزیشن در, اپوزیشن در خارج از کشور رو خونسا کنه ولی خب یه آتش زیر خاکستری هست بعضی از دوستان هم اعتقادشون برای اینه که در اون مرحله بزنگا در اون نطقه عطف اپوزیشن در خارج کشور یک دفعه وحدت پیدا میکنه البته دیدیم اینو وحدت پیدا کرده یک دفعه در جنبش سبز ولی من نمیخوام که وقتی که چنین اتفاقی افتاد موسوی نام دیگری که از داخل رژیم میاد بیرون باز رهبری ماجرار رو به عهده بگیره بلکه ما باید فکر کنیم که به نحوی در خارج در داخل کشور کسان دیگری که دیگر اندیش هستند میتونن رهبری آینده رو به عهده بگیرن ولی به هیچ عنوانی تحت هیچ شرایطی دنبال روی از اپوزیشن داخل کشور هیچ نقشی رو هیچ کاری نکرده یه نکته رو اینجا نباید فراموش کرد که اپوزیشن داخل کشور دو تا شما دارید یه اپوزیشنی که در داخل رژیم به وجود اومده و به نفع رژیم داره فعالیت میکنه که ما نمونه های بارزش رو در اصلاح طلبی در خارج از کشور میبینیم که میدیای ما رو گرفته و هر کجا که میبینید هر, هر،, هر،, تلویزیونی با کسی این مصاحبه میکنه اغلب اصلاح هستن هستند و یک اپوزیشنی اپوزیسیون دیگر اندیشی داخل مملکت وجود داره که چون ممت... چون نفس پنجره ی حیات نداره مجبور دنبال رو اپوزیسیون دولتی باشه که عملا هم دیدیم رعی که به آقای روحانی دادن هر نوع رو میبینیم در اون صورته ولی اگر چنین ای به وجود بیاره که به اون اپوزیسیون داخل کشور که دیگر اندیش و غیر مس... اسلامی فکر میکنه کمک بکنیم به احتمال خیلی زیاد نیروی اصلاح طلبی در, داخل میگه همونطوری که رو به تحلیل تحلیلی بیشتری خواهد شد دیگر اندیشی در داخل کشور و صحبت از آزادی دموکراسی رشد بیشتری پیدا خواهد کرد شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که باید به فکر بعد از فروپاشی بود خب برخی معتقدند که اگر اپوزیسیون خارج از کشور به بعد از فروپاشی بخواد فکر کنه این نوع آلترناتیو سازی یا چلبی سازی است و با اون به شدت مخالف هستند و معتقدند پشت این چنین پروژه‌ای حتما کشورهای خارجی قرار گرفتند نظر شما چیه این به قول بعضی دشمن برای آدم قرآن نمیخونه کسانی یه حرفا میزنن که یا عوامل رژیم هستند یا اینی که خودشون هیچ کار نمیتونن بکنن و این میترسن یک یه چلبی در این وجود بیاد و موقعیت اونها رو به خطر بندازه اگر چلبی در خارج از کشور بود چه اشکالی داره یه چلبی بهتر میتونه به وجود بیاد و چلبی در حقیقت اون سازمان های اطلاعاتی امریکا رو گول زد و تونست این من فکر کنم چشم گوش سازمان های اطلاعاتی بسیار بازه که دوباره چلبی دیگری پیدا نشه در مورد ایران که گولشون بزنن نه من نگران نیستم این نقطه ضعف کسانی است که هیچ فکر و هیچ برنامه ای برای آینده ایران ندارن متاسفانه این قسمتی از فرهنگ ماست احمد عزیز همونطور که من در سخنرانی گفتم ما کشوری هستیم بدون برنامه و هدف هیچ وقت برنامه نداشتیم و هیچ وقت هم هدفی نداریم و کشور گل بلبل هم ادامهش پیدا کرده ولی بدبختانه این رژیم هم برنامه داره و هم و هم هدف داره هدف جمهوری امپراتوری اسلامی هدف هم اینه که ایرانی ایرانیت از جامعه ایران از بین ببره بنابراین من معتقدم که صحبت از چلبی سازی رو بازی گذاشت کنار نگران اون نبود که احیانا یه دو نفر در خارج از کشور نقشی بتونن بازی بکنن ولی همیشه اونها هم به احتمال خیلی زیاد یه نقش دومی رو خواهند داشت به شخصیتی در داخل مملکت به وجود بیاد البته هیچ هم فراموش نکنیم ما دوران کریزما بازی رو تموم کردیم ایران احتیاج به کسرتگرایی داره خوشبختانه یو وقتی صحبت از انتخابات آزاد بر اساس استانداردهای بین‌المللی می‌کنه به کسرت گرایی و این کسرتگرایی در داخل ایران هم یک قدری شروع کرده توسعه پیدا کردن یکی از دلایلی که شما همی الان میبینید داخل کشور که این حرکت هایی که اجتماعی و سیاسی در داخل میشه هنوز به هم نزدیک نمیشه همینه که هر قسمتی فکر میکنه من اون معلمها فکر میکنن جنبش خودشون داشته باشن کارگران جنبش خودشون داشته باشن هر کسی دیگه در اون جهت داره حرکت میکنه چون هنوز به معنای واقعی اون کسرتگرایی فکر نکرده که آه, هیچ اشکالی نداره که این نیروها یکی بشن خب موومنت چند تو چندین رهبر داشته باشه انقلاب مشروطیت ما نمونه بزرگی از کسراتگرایی است چقدر رهبر داشت و تقریبا وقتی نگاه هم میکنی هیچ کدوم از, از اون رهبر هم به, به رهبر نشدن یک کتابی آقای یکی از در انگلیس هست به نام نویسندش آقای جفری آرچره به نام ایکل فرست امان ایکل این یه واقعیت است در کسرتگرایی همه مساوی هن. بعد یه نفر از اونا بهتر خواهد شد در ایرون همی... همچه اتفاق ولی ناجی یک نفر نه هیچ به هیچ عنوانی شما اگر کسرت گرایی رو ایجاد ایجاد کنید یه نفر اون کسرت اون رهبران انتخاب خواهند کرد که آقا تو ممکنه بهتر از من صحبت کنی یا بهتر از من ولی این برنامه ها رو برید اجرا کنی من واقعا با تمام کسانی که از چلبی میترسن باید مبارزه سختی کرد اونها یا عواملن یا آدم های هیچ کاره هیچ نقشی رو نمیخواد این صحبت ها رو میان ملی مذهبیون بعضی از اصلاحات طلبان زیاده چون میترسن اون اون به اصطلاح هولدی که روی مردم اپوزیشن در داخل کشور داره بشکنه همینا هم صحبت از این میکنن چون میبینن نیروهاشون داره به تحلیل میره یه چپ مدرن میکنن که اسلام را میشه مدرنش که باز همه گول هایی که از 50 سال پیش اصلاح طلب ها و مذهبیون یا مذهبیون روشنفکر گول مردم ایران گول زدن دوباره اینها هم به عناوین مختلف چپ مدرن مذهبی دیگه این یه چیز جدیدی است که آ... بعضی از این آقایون که سل... به اصلاح بلنگوی اصلاح طلبی در, در, در خارج کشور هستن شروع کردن به هیچ عنوانی بگذاری چلبی پیدا بشه مطمئنا خود مردم ایران جواب مردم ایران جواب خواهند داد میگه ما چلبی نمیخوایم آدم های بهتری داخل کشور خواهیم داشت یک سوال آخر شما اشاره کردید به نقشی که جوانان نسل آخر میتونن داشته باشن خب برقراری تماس با این جوانان برای دعوتشون برای تشویقشون فعالتر شدن چگونه باید صورت بگیره؟ از کی باید صورت بگیره؟ بسیار سوال خوبیه ببینید هدف من از سخنرانی در لندن این بود که مقدمه این کار فراهم بشه یعنی اینکه آقا چنین فکری هست آیا کسی هست این فکر رو حمایت کنه؟ چون وقتی که شما فروگی رو پیدا کرده که حمایت از این فکر کرد به احتمال خیلی زیاد هر کدوم یه برنامه, ای برنامه ای فکری میکنن بنابراین تجمع افکار میتونه یه برنامه ای رو برای این کار بریزه آنچه مسلمه من قصد دارم درست مثل کربین به شهرهای مختلف انگلیس سفر کنم جوانهای مختلفی رو که آشنایی دارم یه های کوچیکی به وجود بیاد سخنرانی بکنن این کار رو ده ها کربین ایرونی دیگه هم وجود دارن که میتونن بکنن شاید اونها هم به رقابت پاشن در کشورهای خودشون این کار رو انجام بدن یک دفعه میبینید یک هسته چهل 50 نفری در هر کشوری که وقتی شما ایجاد کردین کافیه. اون وقت اونها جوانهای خاصیتی دارن چون انرژی دیکن, چون به تکنولوژی های جدید واردن و میتونن راحل های جدیدی پیدا کنن. خود اینها ممکنه یه دفعه چشمت باز کردین در ظرف شش ماه یه هستی 400-500 نفری در سراسر اروپا و امریکا به وجود بود. کی هدف بیشتر نداره؟ فکر کردن درباره آینده ایران و شروع گفتمان بعد از فروپاشی و کمک به جوانهای مثل خودشون در داخل مملکت و ایده دادن به اونها من به هیچ عنوانی موافق این نیستم که تمام تخم مرغ رو ما توی بسکت بذاریم و تمام افکار و تمام تصمیم ها و تمام هدف ها و تمام برنامه ریزی ها داخل ایران بشه ما یه در دنیای زندگی می که در ظرف یک دقیقه با هر کسی میخوایم تماس میگیریم مرز این روزها چیزی بی معنیه ما امکان فعالیت بیشتر داریم تشکیلات بیشتر داریم گفتمان بیشتر داریم اجازه بدین که این مردم و این جوانهای داخل مملکت از از نیروی فکری و خلاقیت جوانهای خارج از کشور که یا آزادی بیشتری داشتن و تونستن توسعه بیشتری پیدا کنن بهره برداری کنن و ما باید حتما حتما این کنیم من از تمام هم و هم خودم حتی از چجوری بگم از سوخته ها از خسته ها از شیفته ها از آشفته ها خواهش میکنم اگر ممکنه خودتون رو جلو بندازید و فکر این باشید که با جوان ها صحبت کنید گذاشتن کنفرانس های کوچولوی سی چل نفری نه هزینه داره و نه مشکله و نه کسی میتونه مانع بشن شما آدم هایی هستید که 40 50 نفر جوان بشنسه و این کار باید انجام بدید با سپاس فراوان از همراهیتون خیلی متشکرم